دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم سلام عرض میکنم خدمت همتون درس این جلسه این راجب فعل هستن هستش یعنی ما میایم ببینیم که این فعل در زبان ترکی چجوری استفاده میشه نحوه منفی کردن این فعل رو هم در یه ویدیو دیگه آموزش خواهم داد اینجا فقط حالت مثبتش رو یاد میگیرید به اضافه ای اینکه قواعد واجی چجوری قواعد هماوای صدا در واقع چجوری استفاده میشن در نحوه استفاده این فعل از طرف دیگه خدمتتون عرض کنم که ویدیوهای کانال من به طور مرتب چون آپلود نمیشن به هر حال یه سری مشغله های کاری و اینجور چیزا دارم اینه که بعد سابسکرایب دکمه زنگوله رو حتما بزنید که وقتی یه ویدیو آپلود میکنم اطلاع داشته باشید و یا وقتی لایو میذارم حتما نوتیفیکیشن براتون بیاد خب بریم سراغ درسمون خب فعل هستن رو داریم در زبان ترکی استانبولی اینجا جدول صداهای حروف صدادار رو داریم سمت بالا حروف کلوفت و سمت پایین حروف نازک هستن وقتی یک کلمه ای قرار پسوند بگیره بنابر اینکه هجای آخر اون کلمه چه گروه از چه حرفی رو داره پسفند مناسب خودش رو میگیره مثلا اگر هجای آخری کلمهمون به آ ختم بشه پسوندمون به احتمال زیاد صدای او رو داره و یا صدای آ رو داره این جز صداهای کلوفت هستش اگر هجای آخرمون به او و یا او ختم بشه پسوندمون Okay. پسندمون با حرف او شروع خواهد شد و یا توش صدای او رو داریم و یا اگر پسوند دوگانه داشته باشیم یکی از این چهار حرف اگر در هجای آخر باشه اون پسوندی که صدای کلوفت رو داره در کنار کلممون، خواهد نشست حالا صداهای نازک هم به همین ترتیب اگر یک کلمه این دو تا حرف رو داشته باشه ا و ای رو داشته باشه پس هم صدای ا و یا ای رو خواهد داشت اگر صدای او و ای رو داشته باشه پس هم صدای ای رو خواهد داشت خب بریم حالت عملی ببینیم که اینا چجوری کار میکنه برای فعل هستن ما یه همچین حالتی داریم صفت فائلی رو میگیم بعد حالت های پسوندمون اینا هستن برای من هستم این پسوند رو داریم حالت چهار در حالت چهارگانه چهار صدای مختلف رو در حالت پسوندی خواهد داشت و کلمه ای که میخوایم بگیم بین این زمیر و این پسوند خواهد بود سین پسوند بعدیمونه مونه چهار حالت داره در حالت سوم شخص با سال توضیح خواهم داد پسوند دیر رو داریم و یا اصلا نداریم به خاطر با یه رنگ دیگه نشون دادم حالت سوم شخص مفرد معمولا نیازی نیست که کلا فعل است رو بیاریم یه نوت بردارید از همین صفحه توی دفترتون دفترتون رو حاضر بکنید که یادداشتاتون رو مرتب تکرار بکنید تا بدونید که چه خبره خب در حالت اول من هستم رو بهتون میگم که چهار پسوند ایم ام و ام رو خواهیم داشت ام و ام رو خواهیم داشت چهار تا ببینید اگر هجای آخرمون این دو حرف رو داشته باشه ام اگر این دو حرف رو داشته باشه ایم اگر این دو حرف رو داشته باشه اوم اگر او و او رو داشته باشه ایم خب مثال میزنم دونه دونه بن جراهم یعنی من جراه هستم بن جراهم بن کادنم یعنی من زن هستم بن کادنم خب نگاه بکنید هجای آخر کلمات رو قرمز با رنگ قرمز نشون دادم که ببینید بنابر چه حالتی من این پسفند ام رو آوردم دوتا از هر کدوم مثال زدم براتون بن اورتمنم یعنی من معلم هستم بن اورتمنم بن سسیزم بن سسیزم یعنی من ساکت هستم بن دکترم بن دکترم یعنی من دکتر هستم بن مجبورم بن مجبورم یعنی من مجبور هستم بن کافرم بن کافرم یعنی من آرایشگر هستم. بن üzgünüm. بن üzgünüm. یعنی من ناراحت هستم. üzgün به معنی متاسفم هستش. یعنی شما بگید üzgünüm یعنی مثلا متاسفم. بعدش مثلا جواب رج میدید. خب حالا یه سری مثال هایی میزنم که کلماتمون به صدای به حروف صدادار ختم میشن و بعد این حروف صدادار ببینیم که چه حرفی بین پسندمون این صدای پسندمون و اون صدای آخر کلمه خواهد اومد مثلا بن آشتیم بن آشچیم ببینید چون این پسوند با حرف صدادار شروع میشه این مثال ها رو زدم که ببینید وقتی به, صدا، به حروف صدادار ختم میشه چی کار میکنیم اینجا حرف یه رو میاریم که دو تا حرف صدادار با هم قاطی نشه و تلفظشون آسان تر خب بن آشچیم یعنی من آشپز هستم بن بوردایم بن بوردایم یعنی من اینجا هستم بن اییم بن اییم یعنی من خوب هستم بن همشیرهیم بن همشیرهیم یعنی من پرستار هستم همشیره یعنی پرستار به معنای خواهر و برادر نیست همشیره قدیما اون موقع که به پرستارا سیستر میگفتن بعدا که سیستم بیمارستان اومده توی ترکیه همون سیستر رو به عنوان همشیره کلمه همشیره رو برداشتن و دیگه معنی پرستار میده معنی خواهر برادر نمیده بن مطلویم بن مطلویم یعنی من خوشحال هستم بن کماندویم بن کماندویم یعنی من کماندو هستم علت اینکه یه سری از کلام های بی رفت بی رفت میارم صرفا به خاطر این مثالیه که از صدای هجای آخرشون میخوام بدم به چون به خاطر همون این چی میگن؟ شاید هیچ موقع این جمله ها رو کلمه ها رو استفاده نکنیم فقط میخوام بدونید که چجوری میشه که چه پسوند هایی ظاهر میشه در کنار کلمات بن کتویم بن کتویم یعنی من بد هستم حالم بده اینجا که گفتیم من خوب هستم میتونه صفت هم باشه میتونه داشتن حال خوب هم باشه اینجا میتونه صفت هم باشه مثلا من آدم بدی هستم و یا من حالم بده خب حالا بریم سراغ تو هستی پسوند سین رو داریم خب اینجا که میبینید اگر کلمه ای که به آخر حرف دار ختم بشه بیاد مشکلی نداره یعنی ما نیازی نیست که حرفی بین پسفندمون و اون کلمه بیاریم چون حرف سه رو داریم به خاطر همون تعداد مثالا مثل قبلی زیاد نیستش اوکی اگر به آ و ای ختم بشه پسوند سن اگر ا و ای ختم بشه پسوند سین اگر به او و او ختم بشه پسوند سون اگر به او و ای ختم بشه پسوند سون رو داریم خب سن جراح سن تو جراح هستی سن جراح سن سن كدن سن سن, كدن سن. یعنی تو زن هستی. سن اوارتمان سن. سن سن. یعنی تو معلم هستی. سن سسیسن سن. سسیسن یعنی تو ساکت هستی. سن دکتر سن. دکترسون دکتر یعنی تو دکتر هستی. سن مجبور سن. سن مجبورسون تو مجبور هستی سن کوافرسون سن کوافر سون تو آرایشگر هستی ازگن سن اوزگونسون سن اوزگونسون این تو ناراحت هستی خب بریم سراغ او هست خب همانطور که گفتم برای سوم شخص مفرد اگر مفرد باشه معمولا در رو نمیارن من خودم استفاده میکنم یه مقدار چیز میکنن میخندن به من میگن کتابی صحبت میکنی اینه که شما میتونید استفاده بکنید و یا استفاده نکنید به مرور زمان خودش جا میفته کجا استفاده کنید کجا استفاده نکنید ولی خب بدونید که این فعل هستش من حتی برای شاگردای ترک زبانم که میخوام انگلیسی یاد بدم با فعل ایز مشکل داریم چون میگن چرا اصلا ما فعل ایز رو میاریم چرا چون خودشون اصلا این در رو استفاده نمیکنن ولی چندتا مثال ترکی که میزنم بهشون میفهمن که تو زبان خودشون ایز موجود هست ولی استفاده نمیشه قدیما استفاده میشد یا تو ترکیه آذری استفاده میشه اوکی خب پسفند در رو داریم ولی اینجوریه که اگر این پسفند به, حروف به این حروفی که این پایین هست اگر ختم بشه حرف د تبدیل به ت میشه اینو خیلی جاها داریم خواهیم داشت و خواهید دید یعنی اگر ما کلممون به این حروف ختم بشه ما پسوندمون تر خواهد بود اگر به آ و ا ختم بشه تر اگر به ا و ای ختم بشه تیر اگر به البته اونجوری مثل فارسی نه تیر کوتاه اگر به او و او ختم بشه تور اگر به او و او ختم بشه تور رو خواهیم داشت اگر نشه که در دیر دو دور و دور رو خواهیم داشت با هم تلفظ کردش خب من اینجا نوشتم این چیزا فعل رو ولی نمیخونم خب که گوشتون عادت بکنه ام اینجوری دیگه گوشتون عادت بکنه من اینجا تیر رو نوشتم ولی موقع خوندن نمیخونم که گوشتون عادت بکنه اون فعل اونجا نباشه هم نیست که معمولا هم نیست O cerrah, o cerrah, o cerrah, o kadın, o kadın, o zanast. O öğretmen, o öğretmen, o muhallebast. O sessiz, o sessiz. یعنی او ساکت است او دکتر او دکتر یعنی او دکتر است او مجبور او مجبور یعنی او مجبور است او کافر او کافر یعنی او آرایشگر است او عذغن او عذغن او ناراحت است یک بارم با فلتر میخونم او جراح در، او کادن در او اورتمن در او سسیزدیر او دکتر در او مجبور در او کافر در او ازگن در بریم سراغ ما هستیم پسوند ایز رو داریم در حالت چارگانه اگر آ و ا رو داشته باشیم از اگر ا و ای رو داشته باشیم ایز اگر او و او رو داشته باشیم اوز اگر او و ای رو داشته باشیم یوز رو خواهیم داشت <تصفح> مثالا رو ببینیم بیز جراحز ما جراح هستیم بیز کدنس ما زن هستیم بیز اورتمنیز ما معلم هستیم بیز تسیزیز ما ساکت هستیم. بیز دکتروز. ما دکتر هستیم. بیز مجبوروز. ما مجبور هستیم. بیز کافروز. ما آرایشگر هستیم. بیز ازگنوز. ما ناراحت هستیم. خب. حالا مثالایی رو بزنیم که به حروف صدادار ختم میشن باز هم حرف یه رو داریم بینشون بیز آشچیز ما آشپز هستیم بیز بردایز ما اینجا هستیم بیز ایز ما خوب هستیم بیز همشیره ما پرستار هستیم بیز مطلویز ما خوشحال هستیم بیز کوماندو یوز. ما کوماندو هستیم. بیز کتو یوز. ما بد هستیم و یه حالمون بده. خب. بیایم حالت شما هستید رو یاد بگیریم. بسیار خوب. اگر آ و ا رو داشته باشیم سنز اگر ا و ای رو داشته باشیم سینیز اگر او و او رو داشته باشیم سونوز اگر او و ای رو داشته باشیم سونوز سیز جراح شما جراح هستید سیز کادن شما زن هستید سیز اورتمن سینیز شما معلم هستید سیز سیز سینیز یه بار دیگه میخونم سیز سیز سینوز شما ساکت هستید سیز دکتر سونوز شما دکتر هستید سیز مجبور سونوز شما مجبور هستید سیز کوافر سونوز. شما آرشگر هستید سیز اوزگون شما ناراحت هستید خب بریم به آنها هستند اینجا پسوندهمون چهارگانه نیستش حالت دوگانه داره ام... خیلی وقتا هم مثل چون سوم شخصه باز هم استفاده نمی کنن. بریم مثال رو ببینیم خب اگر صداهای کلوفت رو کلا اگر داشته باشیم پسوند لار اگر صداهای نازک رو داشته باشیم پسوند لر رو خواهیم داشت مثال بزنم اون لار را نمیخونم دیگه اون اونجا هست میتونه باشه میتونه نباشه که معمولا نیست آنها جراح هستند اونلار کادن آنها زن هستند اونلار اورتمن آنها معلم هستند اونلار سسیز آنها ساکت هستند اونلار دکتر آنها دکتر هستند اونلار مجبور آنها مجبور هستند Mecbur hastam. Hadi gel. Onlar kuaför. Anha arayışkar Hastan. Onlar üzgün. Anha narahat Hastan. Bir daha tekrar Onlar cerrahlar. Onlar kadınlar. Onlar öğretmenler. Onlar sessizler. Onlar doktorlar. Onlar mecburlar. Onlar kuaförler. Onlar üzgünler. همین الان که میخونم همین لرولار حالت فعلی اصلا به گوشم آشنا نمیاد یعنی استفاده نمیشه ولی خب بدونید اگر فعل هستند رو میخواید در حالت این پسفند وجود داره بسیار خوب خب یه بار دیگه این تابلو رو نگاه بکنید چک بکنید به این شکل هستش دوستان امیدوارم که موفق باشید یادداشتتون رو فراموش نکنید اگر این ویدیو به دردتون خورد حتما لایک بکنید براتون آرزوی موفقیت میکنم با